أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله علی حلمه بعد علمه، والحمد لله علی عفوه بعد قدرته، الحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد، الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان يوم الدين، اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وصفيك وخيرتك في خلقك حافظ دينك ومبلغ رسالاتك بشير رحمتك ونذير نقمتك سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على جميع الشهداء والصالحين وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المؤمنين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله خداوند علی علا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم و همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن متذکر می شوم. تقوایی که خداوند در قرآن می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید اگر تقوا را رعایت کنید اگر پروا پیشه شوید یکی از نتایج این برنامه پروا پیشه کردن و تقوا داشتن تشخیص حق از باطل است یجعل لکم فرقانا در هر حرکتی در هر برخوردی در هر مسیر وقتی مواجه می شوین با حق و باطل خداوند قدرت تشخیص حق از باطل را نصیبتان می کند و گناهانتان را از شما می زداید و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم شما را می آمرزد والله ذو الفضل العظیم خداوند دارای بخشش بزرگ است ما لحظه به لحظه در زندگی با مشکلات با خطرها مواجه هستیم تنها وسیله نجات ما تقواست و در معرفی روزه که انشاءالله بحث خطبه اول بحث روزه است می فرماید حکمت روزه با تقوا شدن است امید از همه من با همه دقت در سراسر زندگی من به این وصیت خداوند انبیا و اولیای الهی توجه داشته باشیم اگرچه چند هفته است بحث حیات را از منظر قرآن در خطبه اول دنبال می کردیم به دلیل اهمیت بحث از رمضان در خطبه اول مهمانی خداوند را در ماه مبارک رمضان بحث و بررسی میکنیم و به تذکراتی در ارتباط با این ضیافت بزرگ خواهیم پرداخت در خطبه دوم یکی از مناسبت های مهم وفات
حضرت خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها است که در سال دهم بعثت 3 سال قبل از هجرت در دهم رمضان به روایت اتفاق افتاده، مقداری پیرامون شخصیت این مجلله و عنایاتی را که خداوند و پیامبر به این شخصیت داشتن خواهیم داشت. روز 12 رمضان، روز برنامه اخوت بین مسلمین بعد از هجرت آقا رسول الله در مدینه بوده، هم از نظر تاریخی و هم از نظر اخلاقی، مخصوصا با توجه به تحلیل زندهی که خواهیم داشت درباره برادری و نیاز شدیدی که جامعه داره اشارات خواهیم داشت. یکی دو تذکر از مسائل اجتماعی روز از موضوعات است که در خطبه دوم به اونها هم اشاره خواهم کرد. اما بحث خطبه اول، در هفته گذشته به مناسبت آغاز ماه رمضان نکات گفته شد. یکی از کلمات و عبارات بسیار ارزشمند و رهگشای پیامبر بزرگوار اسلام درباره رمضان این عبارت است: هو شهرون دعیتم فیهی الی ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. ماه رمضان ماهی است که در اون ماه به مهمانی خدا دعوت شدین. هو شهرون فیه دعیتم الی ضیافت الله، در این ماه شما به مهمانی خدا دعوت شدین و از اهل کرامت خدا قرار داده شدین. و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، معمولا یک کسی را که مهمان میکنیم خیلی به او احترام قائل میشیم. اساس مهمانی احترامه. تا کسی را دوست نداشته باشیم و او احترام قائل نشویم مهمان نمیکنیم. بعدم که مهمان کردیم کمال برنامه ها را تنظیم میکنیم برای که او خوب حرمت شود. حاجی وقتی مکه میره در روایات داریم مهمان خداست. امروز خیلی کوتاه درباره این مهمانی صحبت میکنم. بعد 2-3 تا تذکر. میدانین معنای مهمانی در عرف ما انسان ها این است که به مردم پذیرایی فراهم میکنیم، میوه خوب، غذای خوب، مکان خوب، فضا را بر حسب لیاقت و نیاز اون میزبان، مهمان، میزبان فراهم میکنه. بر سر سفره انواع آشامیدنی، انواع خوردنی، انواع خلاصه دیدنی ها را فراهم میکنیم. این مهمانی که ما الان درش قرار داریم، ماه رمضان، از خوردن خبری نیست. قبل از اذان صبح امساک میکنیم و بعد از نماز، بعد از اذان مغرب یا دخول مغرب او زمان افطار میکنیم، از خوردن خبری نیست. پایه مهمانی بر خوردن و آشامیدن است، اما این مهمانی درش خوردن و آشامیدن نیست. پیامبرم که فرمود شما مهمان خدا هستین، ما معتقدیم از هوا حرف نمیزنه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، هر چی میفرماید وحی است. خب چگونه مهمانی است؟ یه مکسی، یک دقتی به این مقوله لازم است. اگر حقیقت انسان را که خودمان هستیم بشناسیم، معنای این مهمانی را هم خواهیم شناخت. در روایات داریم فرزند آدم، همه چیز برای تو خلق کردم، خلقت الاشیاء لاجلک، آب و خاک و درخت و فضا، همه و همه همه برای توست.
اما تو را برای خودم خلق کردم و خلقتو کل اجلی. انسان ترکیب از شهوت و از نورانیت است. در تعابیر عرفا، در تعابیر روایی به این مقوله توجه شده. ما بخش از زندگیمان جسممان هست، همین جسمی که نیازی به همه چیز داریم، اما بخش دیگر ما روح ما است. در مهمانی های متعارف، در پذیرایی های روزمره و در طول سال، اون بخش جسمی ما پذیرایی می شود، اون بخش بیرونی ما. اما در ماه مبارک رمضان مهمانی روح است، مهمانی باطن است. در دعاها داریم که گناه انسان میمیرانه. در مناجات 15 گانه که از آغاز عین العابدین علیه افضل صلوات المسلین داریم، خیلی مناجات های زیبایی است. از باب تذکر عرض میکنم دوستان، در کنار دعاهای ماه رمضان این 15 دعا را بلد بشن، یاد بگیرن، بخوانن. اولش مناجات تائبین، مناجات المفتقرین راجین، مناجات العارفین. در تعبیر حضرت داره که خدایا گناه قلب مرا میران، جنایت روح مرا نابود کرد، معصیت مرا از بین برد. در این مهمانی روح ما در واقع تلطیف میشه، قلب ما نورانی میشه. و الا ما در همون خانه‌ای که هستیم هستیم. ما در مهمانی‌های دیگر، خب از خانه خودمان میریم خانه صاحب خانه، میزبان، اما در این مهمانی در خانه خودمان هستیم. غذای ما عوض نمیشه، روح ما پذیرایی میشه. اساسا این مقوله از مقوله دیگر است. یک دقتی لازم است. اگر مهمانی معمولی باشه، خب شما میبینین خیلی غیر مسلمان ها نعمت های دنیایشان از ما به مراتب بیشتره. اگر اینا را دقت نکنیم به حقیقت روزه نمیرسیم. خیلی سفره های رنگین غیر مسلمان ها دارن، اما مهمانی رمضان چیزی دیگری است. خداوند در قرآن میفرماید در سوره مبارکه زخرف آیات 33 تا 35، ولولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. اگر مردم در گمراهی در یک مسیر قرار نمی گرفتن، ما خانه کسانی را که به خدا عقیده ندارن سقفهاش از نقره قرار می دادیم و نردبانهایی از داخل خانه های اونها به سمت بالا می کشیدیم که اون نردبانها از اشیای بسیار قیمتی می بود. غذاشان چطوری می بود؟ این دنیا که پذیراییاش ارزش نداره. این مهمانی مهمه که روح ما پذیرایی بشه. با چی پذیرایی میشه؟ با دعا، با تلاوت قرآن، با چشم بستن از گناه، با خلوت کردن با خدا. اون بخشی از حقیقت ما انسان ها که باطن ما هست، باور ما هست، حقیقت ما هست، او در ماه رمضان مهمان خداست. خیلی باید توجه بکنیم. همطوری که شنیدین هم قبل از خطبه و هم در تذکرات، اونهایی که دنبال روزه حقیقی هستن باید توجه کنن، نکنه خدای نخواسته. به خودم میگم و از باب تذکر عرض میکنم، نتیجه روزه ما فقط گرسنگی باشه. پس این مقوله مهمانی از مهمانی های دیگر
متفاوت است. وقت عزیزان نگیرم، خداوند میفرماید از سومولی روزه مال من است و انا اجزابه، من خودم ثواب روزه دارم. ما مثلا کمک مالی میکنیم به یک فقیری، به یک نیازمندی، در آیات قرآن داریم به اندازه یک گندم 700 تا دانه بشه این ثواب داره. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل. ادهی امرای امام سجاد علیه السلام در حال حرکت بودن، حضرت دست خودشان بوسیدن. یک کسی سوال کرد آقا چرا دست خودتان بوسیدین؟ حضرت فرمود با دستم به فقیر کمک کردم. خدا در قرآن می فرماید ان الله یأخذ الصدقات، خداوند صدقه را میگیره. این دست من در عالم حقیقت لیاقت بالایی پیدا کرده، خدا جسم نیست اما ید الله مع الجماعه، از این جهت دستم بوسیدم که این دست به فقیر کمک کرده. اما با همه اینها خداوند می فرماید روزه یه چیزی دیگری است. از سومولی، روزه مال من است و انا اجزابه، من پاداش آن را میدهم. یا به تفسیری دیگر یا به ترجمه دیگر و برداشت دیگر عرض بکنم، روزه مال من است و من ثواب روزه دارم، خودم ثواب روزه دار هستم. روزه یک مهمانی بسیار استثنایی است. رفقای عزیز، روزه داران، خواهران، برادران، از روی اخلاص عرض میکنم دقت کنیم، از لحظه لحظهش استفاده بکنیم، از شبهاش، از روزهاش، از سحرهاش. فردا دهم رمضان، یک سومش گذشت. در روایات داریم اگر مردم میفهمیدن رمضان چیست، آرزو میکردن همه سال رمضان باشه. خیلی دوستان توجه داشته باشن، سحرها رو از دست ندن. سحری خوردن خیلی ثواب داره. سوره قدر بعد از خوردن سحری بخونیم، قبل از افطار هم این سوره رو بخونیم، چقدر ثواب داره خدا میدونه. اما از عشق، از ناله، از خلوت با خدا در سحرها فراموش نکنیم. چی دعاییست این دعای ابو حمزه سمالی، چیزقدر زیباست این دعایی که حضرت باقری میخواندن، اللهم اینی اسألک من بهائک به ابها و کل بهائک بهی. اون مناجات ها و تسبیحات که در مفاتیح راحت میتونین پیدا بکنین، در سایر کتب دعایی. امیدوارم که از این مهمانی کمال بهره و استفاده رو ببرین. زیاد معطل نکنم، فرصت زیاد ایجاب نمیکنه. یکی از برکات این مهمانی اینه که خب در مهمانی های دیگه ما خودمون میخوریم. این یک بخش قضیه بود. در این ماه که خودمون مهمان هستیم به ما دستور دادن اگر میتونیم به دیگرا افطاری بدیم. آقا رسول الله و امیر المومنین که در معرفی امیر المومنین فرمود عنوان نامه عمل مومن، عنوان صحیفت المومن حب علی ابن ابی طالب. ما همه من یه پرونده ای داریم، یک نامه عمل داریم. مومن نامه عملش دوستی آقاست. به ایشان فرمودن یا علی سلاسون فرحات للمومن، سه چیز مومن خوشحال میکنه. یک، لقاء الاخوان، ملاقات و نشستن و صحبت کردن و دیدار با برادرها. گاهی آدم بعد از مدت هم با رفقا و هم مثلا همسند و سالا و همسفراش یک جا می نشینه، چقدر خوش میگذره با آدم. لقاء الاخوان، خستگی آدم، رنج آدم میره. دو، و تفطیر و صائم، روزدار را افطار دادن. و تهجد و فی آخر اللیل،
بیدار شدن در ساعات آخر شب. پیغمبر فرمود دو رکعت نماز در دل شب بهتر است از دنیا و آنچه که در دنیا است. اینم یکی از ویژگی های این مهمانی. ویژگی دیگر عرض بکنم، انس که از اصحاب آقا رسول الله هستند، از پیامبر سوال شد، ایشان شاهد صحنه بود، سئل النبی، از پیغمبر سوال شد، عرض کردم در لحظات قبل، ان الله یأخذ الصدقات، خداوند صدقه را میگیره، از پیغمبر سوال شد ای صدقت افضل، کدام صدقه بهترین است؟ حضرت فرمودن صدقتون فی رمضان، صدقه ای که در رمضان داده میشه. دوستان عزیز، ما هر موقع به نیازمند کمک بکنیم ثواب داره، اما در ماه رمضان استثنایی است. صدقتو رمضان. حالا شاید بعضی ها بگن آقا ما که دستمان خالیه، در همون روایات باب افطار داره حتی با جرعه آبی پذیرایی کنیم، اشکال نداره، خودمانم از جایی اگر عنایت شد استفاده بکنیم، اما نیتمان، برنامه رو این باشه که به دیگران هم دست مساعدت و کمکمان برسه. جالب است ابن عباس در روایتی که نقل میکنه در صحیح بخاری هم این روایت آمده، در منابع دوستداران اهل بیت علیهم السلام هم هست، میفرماید کان النبی اجود الناس بالخیر، هیچ کس به اندازه پیغمبر اهل خیر نبود، اهل کمک نبود، هیچ کس، و کان اجود ما یکون فی رمضان، اما ماه رمضان که میشد دست خیر پیغمبر خیلی عجیب بود. ما از پیغمبر که الگوی زندگی ما هست یاد بگیریم. میفرمایند در ماه رمضان طور دیگر دستش باز بود، حتی یلقاه جبرئیل و کان جبرئیل یلقاه کل لیلت فی رمضان، جبرئیل همیشه پیش پیغمبر میامد، در ماه رمضان هر شب میامد، حتی ینسلخه تا آخر ماه رمضان، یعرض علیه النبی القرآن، هر شب پیغمبر قرآن بر جبرئیل عرضه می کرد، فاذا لقیه جبرئیل کان اجود بالخیر من الریح المرسله یا مرسله. فرمود که وقتی پیامبر جبرئیل می دیدن بخشنده تر از باد بود نسبت به باران. دیدین وقتی باد شروع میکنه به وزیدن پشت سرش باران میآید، پیغمبر مثل باده که دنبالش باران داره، در ماه رمضان دست خیرش خلاصه باز بود. انشالله که از این اخلاق و از این منش رسول الله استفاده بکنیم. آخرین تذکر در خطبه اول انس با قرآن است، اگرچه به دلائل گاهی خودم توفیق تلاوتم شاید کم باشه، گاهی حقیقتاً خسته میشم از کارهای خلاصه اجتماعی، مثل یک نیاز شدید دنبال این میگردم که فرصت فراهم بشه قرآن تلاوت بشه، اما گاهی این توفیق نصیب آدم نمیشه، اما سعی کنیم هر لحظه ای که فرصت فراهم میشه قرآن بخونیم. و دقت کنین خیلی دنبال این نباشین که زیاد بخونین، دنبال این باشین که بهره ببرین. پیغمبر فرمودن هر چیزی بهار دارد، بهار قرآن ماه رمضان است. این روایت میخوانم و مطلب جمع کنم. جناب علی ابن حمزه میگوید من رفتم دیدن امام صادق علیه السلام، من نگاه میکردم زیارت حضرت رفته بودم، امیر که از شاگردان حضرت است میشناسین، همون شخصیت مهم که از امام صادق وقتی او روایت نقل کرد بعد از شهادت امام صادق رفت منزل حضرت، همسر بیبی وقتی ابو بصیر برای فاتحه خواندن آمده بود عرض تسلیت
ملاقات کرد، بعد فرمود که ابا بصیر نبودی لحظه آخر امام صادق چه فرمود؟ بعد ایشان سوال کرد چه فرمودن بی؟ فرمود که حضرت همه را جمع کرد، آخرین جمله حضرت این بود که شفاعت ما اهل بیت شامل حال کسی که نماز را سبک بشمارد نمی شود. این ابو بصیر علی ابن حمزه می گوید از امام صادق سوال کرد، گفت که جعلت فداک فرزند پیغمبر، من به قربانت اقرأ القرآن فی شهر رمضان فی لیلت، من یک شب کل قرآن بخوانم؟ حضرت فرمودن نه. گفت که در دو شب بخوانم؟ حضرت فرمودن نه. گفت که در سه شب بخوانم؟ حضرت اینجا که رسیدن در سه شب فرمودن ها، با دستشان اشاره کردن به خدمت شما عرض شه که ابو بصیر، یعنی علامت اینکه اگر در سه شب میخوانی بخوان، علامت رضایت. بعد فرمودن که آقای ابو بصیر، رمضان حق و حرمت دارد که هیچ یک از ماها شبیه آن نیست. خیلی نکته مهم است. بعد فرمودن اصحاب پیامبر قرآن را در یک ماه یا کمتر می‌خوندند. یک دقت بفرماییم، فرمودن کان اصحاب محمد یقرأ احدهم القرآن فی شهر او اقل، قرآن را در یک ماه می‌خوندن یا کمتر از یک ماه. مهم اینه که چجوری می‌خوندن. من احساس کردم که این نکته را تذکر بدم به جا باشه. ان القرآن لا یقرأ هزرا، یه دعای امام صادق دارن، من ان مقیدم اگر قرآن بخوانم چه تنها چه با کسانی، میگم اولش این دعای آقا را بخونیم، آدم آماده میکنن وقتی قرآن را باز میکنین، اون دعایی را که حضرت دعای معصوره او را بخونین، آخرش هم دعا قرآن را خوندین دعا را بخونین. در لابلای اون دعا اینه که خدایا قرائت مرا هزر قرار نده، بیهوده قرار نده. حضرت فرمودن قرآن لا یقرأ هزرن هزرمتن، قرآن نباید بی هدف خونده میشه. چجور باید بخونیم؟ ولیکن یرتل و ترتیلا، قرآن را باید با آرامش خوان. ترتیل یعنی با آرامش. هرگاه رسیدی به یک آیهی که داخل اون آیه بحث بهشته، یک جوری خودت تربیت بکن که اهل بهشت بشی. اگر دیدی داخل یک آیه بحث از جهنمه، طوری برنامه ریزی بکن که از جهنم نجات پیدا بکنی. پس خواندن قرآن مهم است، اما روش های خواندن باید دقت کنیم. متاسفانه به این مقوله کم توجه میشه، به این مقوله باید بیشتر بپردازیم. خدایا ما را با قرآن، با پیامبر و اهل بیت و تربیت شدگان مکتب قرآن و اهل بیت بیش از پیش آشنا بگردان. آمین. برای بیشتر از این ضیافت نصیب و روزی ما بگردان. آمین. امنیت ما خدایا، اقتدار و عزت ما را خودت با برکات ماه مبارک رمضان بیش از پیش تأمین و فراهم بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله،
وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح أئمة المؤمنين. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. نماز جمعه که با عبارت فس او الى ذکر الله تلاش کنین خودتون را در ذکر خدا یعنی نماز جمعه برسانین معرفی شده، وظایف خطیر و سنگینی دارد. یکی از وظایفش و رسالتهای مهم و بنیادیش روشن کردن جامعه اسلامی است، بیدار کردن جامعه اسلامی است، به وحدت و عزت کشاندن جامعه اسلامی است که بسیار وظیفه مهم و اساسی است. من قبل از اونی که از حضرت خدیجه صحبت کنم و همینطور مسائل اجتماعی را عرض بکنم، یادآور می شوم که روز 12 ماه رمضان در تاریخ نقل شده که بعد از هجرت آقا رسول الله در روز 12 ماه رمضان در سال اول هجرت پیامبر مسلمان ها را جمع کرد. بین سال اول هجرت است، بین اصحاب خودشان مخصوصا اونایی که از مکه آمده بودند مهاجرین و مردم مدینه عقد اخوت خواندند، یعنی در این حال که با هم برادر بودن، پیامبر بزرگوار اسلام دستور دادن بیاین با هم دیگه عقد اخوت بخوانین، اعلان برادری کنین. بس خیلی مهمه، حالا من به همین مناسبت بحث زنده تر کنم. سوره مبارکه حجرات، همه دوستان میدونن حافظای قرآن هستن داخل جلسه، اساتید قرآنی علما، معروفه به این که اخلاقی ترین سوره قرآن سوره حجرات است، همون سوره که میفرماید همدیگر را غیبت نکنین، دوست دارین گوشت برادر مسلمان که میشناسین و مرده بخورین. ایوهب احدکم ان تاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو، غیبت گوشت مرده خوردن است. در این سوره در آیه 10 میفرماید انما المؤمنون اخوه، مؤمنان با هم دیگه برادرن، فاصلحوا بین اخویکم، بین برادرها آرامش باشه، صلح باشه، رفاقت باشه، محبت باشه. در بیان این که پیامبر، خب اونایی که از یک پدر و مادر بودن، اونا که لازم نبود پیغمبر بین اونها عقد اخوت بخونه، از مدینه بودن، یک تعدادی از مثلا مکه آمده بودن، از شهرهای مختلف آمده بودن، دور هم خلاصه جمع شده بودن، پیغمبر دستور داد بیاین با هم دیگه برادر بشین و اسلام ما را برادر کرده. پیامبر فرمودن به اندازه مسلمان ها به هم دیگه نزدیکن، مؤمنین به هم دیگه نزدیکن، یک نفر پایین رتبه مؤمنین، مثلا ما امروز الحمدلله در این فضای واقعا تجلی عزت و سربلندی اسلام نماز جمعه شاید چند هزار نفر باشیم، حضرت فرمود مسلمان و مؤمن به اندازه به هم دیگر نزدیک است که یک نفرشان اگر از طرف دیگر را حرف بزنه باید به حرف او احترام قائل بشن. گاهی دیدین آدم یک جمعی از رفقا است، یکیش میگه که من از به نمایندگی از همه تان مثل سخنگوها من یه حرف زدم، اینقدر باید به هم دیگر نزدیک باشیم. من گاهی متاسف میشم
باور بکنین جگرخون میشم. چرا ما مسلمان ها به این همه خلاصه انرژی مثبتی که داریم توجه نمیکنیم؟ نباید در کشور اسلامی حرف از فاصله زده بشه، از من و تو زده بشه، از این مذهب و اون مذهب، از این خون و اون خون. پیغمبر فرمودن رب اخن لم تلده امک، خیلی برادرایی دارین که مادرتان او را نزاییده. شما وقتی نماز شب میخوانین چهل مؤمنه دعا میکنین در قنوتان، اینا همه برادرای آدم است. شاید برادر آدم کنار خانه آدم زندگی بکنه اما در نماز شب رو دعا نکنی، اما خیلی یار دعا میکنه که اصلا نمیدونی از کدام تبار است. امام باقر فرمودن المؤمن اخ المؤمن لابیه و امه، مؤمن اونقدر با آدم نزدیک میشه که مثل برادر پدر مادری میشه، از او بالاتر میشه. یکی از علائم برادری این است، دقت کنین. پیغمبر فرمودن علامت برادری اینه، اگر یک مشکل سراغ برادر آمد نباید من آرام بنشینم. متاسفانه گاهی این حس کم میشه، فرهنگ بیگانه، تهاجم فرهنگی، قدرت های که دنبال دنیا هستن، همونه که حضرت موسی پیشنهاد کرد به فرعون ادو الی عباد الله، بندگان خدا را در اختیار من قرار بده، من پیامبر و امین مردمم. متاسفانه گاهی قدرت ها مردم را استعمار میکنن برای رسیدن به قدرت، این برادری را از ما میگیرن. باید بیدار باشیم، باید آینده نگر باشیم برای پیشرفت کشور، برای رشد علمی و اقتصادی و تکنولوژی، برای امنیت پایدار و شکست ناپذیر نیاز به وحدت و برادری داریم. این برادری راه داره. اگر این متد را در کشورداری، در دولتداری، در حکومتداری، در برخوردهای اجتماعی مد نظر بگیریم، راه‌های دور را به فاصله کم میپیماییم. من فرازهایی را درباره برادری عرض بکنم. ما دستور داریم از معصوم، از پیامبر فرمود که مواظب باش، اگر میخوای برادر خوبی در کشور، در جامعه داشته باشی، محبت تو از محبت برادرت به تو کمتر نباشد. جمله طلایی، لا یکن اخوک اقوا منک علی مودته. بعضی وقتا دیدین یک کسی آدم خیلی دوست داره، خیلی پاس میداره، خیلی احترام میکنه، آدم در مقابل او احساس کمی میکنه. حضرت فرمود در جامعه طور زندگی بکنین که شما دیگران را بیش از اونی که خودتان از جانب دیگران احترام میشین احترام بکنین. این طوری برادری میماند. توقع نداشته باشیم دیگران ما را احترام بکنن. اگر احترام میکنه خودمان مدیونشان بدانیم. اگر یک رئیس اداره، یک مسئول، یک کسی که زمام امر به عهده گرفته اینجوری فکر بکنه، این شکلی فکر بکنه، خیلی ماندگار میشه. هر مسئولیتی گرفته خودش نسبت به دیگران مسئولتر حس بکنه. این میمانه. استاد، رئیس، ثروتمند، حضرت فرمود که نکنه او در محبت از تو بالا دست باشد. خب دیگه چه کار؟ فرمود که مردم به اندازه ای که دین دارن دوست داشته باشیم. احبب الاخوان علی قدر تقوا. نفرمود که هر کی از نسلت است. متاسفانه نمیدونم در کشور ما چرا این تئوری شد. خیلی وقتا حرکت اجتماعی مسیرش کج میشه.
خدا بیامرزه. به یاد شهید بلخی میفتم وقتی مسائل اجتماعی رو تحلیل میکنم، تعبیر در قالب شعر داره، میگه تو کج، چرخ کج، زلف کج، ابرو کج، زن همه کج کجگی، کار جهان گشت تباه. بیایم راست حرکت کنیم. هر کس تقوای بیشتر داره، هر کس هنر بیشتر داره، او را برادر انتخاب کنیم، او را بازو انتخاب کنیم، به سرعت مشکلات حل میشه. امیدواریم که با استفاده از این مسیر در شرایطی که به شدت نیازمند به این راهکار هستیم، به این دستورات توجه کنیم و انشالله جامعه من را بر این اساس و بر این محور اداره و مدیریت کنیم. مسئله دوم و مناسبت دوم، روز دهم ماه رمضان، یعنی فردا، مصادف است با رحلت همسر بزرگوار پیامبر اسلام حضرت خدیجه سلام الله علیها. تسلیت عرض میکنم من این مناسبت را به محضر حضرات معصومین و همه مسلمین عالم، مخصوصا به شما مهمانان خداوند در نماز جمعه و بالاخص محضر مولا من صاحب الزمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. خب میدانین ویژگی های بی بی خدیجه سلام الله علیها زیاد است. اولین زنی است که پیامبر را تصدیق کرد. 13 سالی که پیغمبر در مکه بود، در لحظات اول اولین زن و اولین انسانی بود که پیغمبر را تصدیق کرد. اولین زنی است که در مکه با رسول الله نماز جماعت خواند. من گاهی به جوانها سفارش میکنم، میگم که یک طوری زندگی کنیم داخل خانه. خب حالا شرایط گاهی مناسب نیست، یا آدم صبح زود نمیتونه مسجد بره، چه اشکال داره که آدم نماز بخونه و همسر آدم، فرزندان آدم، پشت سر آدم نماز جماعت بخونه. حضرت پیامبر وقت نماز خوندن هم در خانه و هم در مکه، بی بی اولین زنی بود که پشت سرش اقتدا کرد. اولین زنی بود که در مکه در میان مشرکین ایمانش را ظاهر کرد. هر خانواده ای که زن و شوهر اینطوری باشه خانواده موفق است. اولین زنی است که در مقابل دشمن از پیامبر دفاع کرد. حالا نمونه های دفاعش باید به تفصیل بخوانیم. اولین زنی است که ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب را قبول کرد. مثل فردا از دنیا میره. میدونین چقدر ثروت داشت؟ خیلی. من اینجا عرض میکنم باید ما به زنانمان میدان بدیم. این زن در اون زمان، در اون زمان اونقدر از نظر مدیریتی بالا بود که مردان بزرگ میامدن، خلاصه ایشان استخدام میکرد، به اونا حقوق میداد، اونا را مدیریت میکرد، کاروان تجارتی این زن را اداره میکرد. خودش یک تشکیلات برای کار پیدا کردن بود، کارآفرین بود. میدونین پیغمبر خلاصه در برهه از زمان به عنوان به اصطلاح عامل تجارتی ایشان که مورد توجهش بود برنامه داشت. این زن خیلی بزرگ است و می تواند الگو باشد برای جامعه ما. مثل فردا که روز وفاتش است، نمیدونم کی بود، خب همه این ثروت در راه اسلام داد. گاهی اونقدر گرسنه شد که به شکمش سنگ بست از گرسنگی. میگن او زمان وسائل زینتی و پذیرایی داشت که در هیچ جا پیدا نمیشد. کوچ، میز و چوکی از استخوان عاج داشت. همه اینا را در راه اسلام داد. آخرای عمرش مثل این روزها که رسید به دخترش زهرا که شاید سن زیادی هم نداشت، 6-7 سال یا 8 سال بیشتر عمرش نبود، حداقل اکثر 8 سال، فرمود که فاطمه جان من یک خواسته ای از پدرت رسول الله دارم، خودم خجالت میکشم،
به پیغمبر بگم، میشه شما واسطه بشین به پیغمبر این پیشنهاد بکنیم که پیغمبر محبت بکنه؟ بعد به دخترش به فاطمه جان من دوست دارم وقتی از دنیا میرم، من میدونم این عبای پیغمبر چقدر ارزش داره، چقدر در این عبا خدا رو عبادت کرده و بدن پیغمبر این عبا خلاصه بوده، اگر میشه از بابات درخواست بکن وقتی که من از دنیا رفتم عبایش را جز به کفن من قرار بده. چقدر مخلصه. خواهرها که در نماز جمعه هستیم، برادرای عزیز، بیاییم اینطوری زندگی بکنیم، عاشقانه زندگی کنیم، به زن ما مهر بورزیم، تکریم میکنیم. و والله زن تکریم نکنیم جامعه تکریم نمیشه. زن به شوهر باید اینطوری نگاه بکنه. وقتی گفت یا رسول الله از سر تقصیرات من در بگذر، پیغمبر فرمود خدیجه چی میگی؟ تو بودی که مرا اینقدر یاری کردی. زهرا از امی مادر یاد گرفت. لحظات آخر به علی فرمود پیامبر به من فرموده بود من از شما چیزی طلب نکنم که اگر نداشته باشی خجالت بکشی، اما علی جان یه خواسته دارم، وقتی از دنیا رفتم بیا بالای قبرم. خیلی مناسب نیست من این مقوله را طولانی بکنم، فقط یکی دو جمله از ویژگی های این بیبی را عرض بکنم. وقتی مثل فردا این بیبی از دنیا رفت، در همون سال حضرت ابو طالب هم از دنیا رفته بود، اون سال را پیغمبر ام الحزن نامگذاری کرد، سال اندوه. بگذاریم، پیغمبر فرمود که عطا جبرئیل، در روایات داریم جبرئیل به دیدن پیغمبر آمد، فقال یا رسول الله هذه خدیجه قد اتت معها اناء فيه ادام او اطعام او شراب. فرمود که این خدیجه است. جبرئیل می آمد پیش پیغمبر، فرمود که یا رسول الله خدیجه می آید، ظرف غذا یا ظرف خلاصه آب دستش است. فاذا هی اتت، وقتی همسر آمد، فقر علیها السلام من ربها، سلام خدا رو به خدیجه برسان، و منی از من جبرئیلم به خدیجه سلام برسان. من امروز در یه جلسه کوچکی عرض کردم بیبی جان، ما طول سال برای بچه های شما مجلس برگزار میکنیم، شهادتشان تجلیل میشه، ولادتشان تجلیل میشه، امروز دیگه تو مادری، امروز همه ی مردم مادر فرزندان پیغمبر رو تعظیم میکنن. این آیت ویژه‌ای به ما داشته باشین، شما مادر مؤمنینین، زنهای پیغمبر به فرموده قرآن امهات المؤمنین است. فرمود و بشرها به بیت فی الجنه، فرمود که خدیجه را به خانه در بهشت بشارت بده که در آن نه سر و صدا است نه زحمت است. خدیجه سلام الله علیها مقام والایی دارد که بیش از این فرصت ایجاب نمی کنه. ما انشالله روش برخورد با همسران و زنانمون را از پیغمبر یاد بگیریم. پیغمبر فرمودن یک زن نیکو، المرأة الصالحة خیر من الف رجل غیر صالح، یک زن نیکو از هزار مرد غیر صالح ارزشش بالاتر است. جالبتر از اون این است که پیغمبر فرمود دنیا کالاست، الدنیا متاع، دنیا کالاست، و خیر و لیس من متاع الدنیا شیئن افضل من المرأة الصالحة، هیچ کالایی در دنیا به اندازه زن صالحه و تربیت شده ارزش ندارد. ما باید زمینه تربیت دخترانمان را برای اداره یک جامعه بیدار و پیشرفته و مترقی و متدین آماده کنیم. چرا؟ چون اگر زن در جامعه اصلاح نشود و تربیت نشود و آگاه نشود، مردان رشد نمی کند. امیدواریم که با دلسوزی
و با آینده نگری انشالله ما به این مقوله بپردازیم و این مسائل را حل کنیم. آخرین تذکر، در دیداری که علما و بزرگان ولایت بامیان، یکی از ولایات معروف و بزرگ افغانستان، در روز گذشته در دیدار با معاون رئیس الوزراء داشتن، این صحبت مطرح شد که افغانستان خانه مشترک است و یقینا همینطوری است و امارت اسلامی که نتیجه خلاصه تلاش ها و زحمات مجاهدین بوده، امروز در مصدر امور قرار گرفته و صحبت را که معاون رئیس الوزراء در دیدار با بزرگان ولایت بامیان داشتن، جناب مولوی صاحب عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست رئیس الوزراء گفتن، یکی از برنامه ها این است که در کشور باید حرف از تعصب گفته نشود و ما به این صحبت بها قائل هستیم و تکریم میکنیم. باید این مقوله ها در کشور ما بیشتر توجه بشه، چون تعصب عامل عقب رفتن جامعه است. من تعصب او تعصب، کسی که خودش دنبال تعصب باشه یا دیگرا که تعصب میکنن از تعصب اونها حمایت بکنه. ریسمان اسلام از گردن او باز شده است. نظام اسلامی همونطوری که گفتن همه شمول هست و یقینا باید مردم خودشان را در این نظام ببینن، در این آینه ببینن. برای اقتدار و برای عزت نیاز به یک خلاصه حرکت روشن و همه جانبه است. ایشان فرمودن مشکلات همه ولایات از جمله ولایت بامیان و ولایات غور مورد توجه است. ما هر جا زیبایی ببینیم، هر جا محبت ببینیم، وظیفه داریم بازگو کنیم و هر جا نقصی و کوتاهی را ببینیم و باور داشته باشیم، از باب دلسوزی، از باب کمک کردن به امنیت، به عزت، به آرامش، به همه اینها توجه خواهیم کرد. امیدوارم که با دلسوزی، با سعه صدر، همه مشکلات کشور و جامعه ما حل شود. باز هم از حضور حماسی، از حضور با هدف و با بصیرت شما نمازگزاران در نماز جمعه این فضای بیداری و هوشیاری تشکر و قدردانی می کنم. خدایا گام های ما را در مسیر اخوت و برادری و بصیرت بیش از پیش استوار بگردان. ما را از همه فتنه های آخر الزمان، از شبهات و تهاجم فرهنگی دشمنانمان، جوانانمان، زنانمان، دخترانمان را محافظت بفرما. با انس با قرآن، با نماز اول وقت، با سعه صدر، خدایا ما را بیش از پیش به مسیر بیداری یاری بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. السلام عليكم.